در دفتر دکتر علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش ایران و عرب در شهر لندن هستیم خیلی ممنون آقای دکتر نوریزاده که دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتین سپاسگزارم احمد رفعت عزیزم و همینطور از کیهان و که به هر حال خانه قدیمی منم بوده ولی کیهانی که 75 سالش هم شد هل. از عمر من شما بیشتر <applause> آقای دکتر ریزاده ما شاهد تغییرات بسیار مهمی در پادشاهی سعودی هستیم ولی عوض شد تا کنون سابقه نداشته تا اونجا که من اطلاع دارم که فرزند پادشاهی ولیعهد باشه همیشه برادر بوده سابقه نداشته جوان 33 ساله ولیعهد باشه همزمان وزیر کشور و مسئول امنیت هم عوض شد اونم یک بسیار جوانه این تغییرات رو چگونه با تفسیر کرد؟ ببینید یک <applause> کم باید عقب برگردیم زمان ملک عبدالله ملک عبدالله در میان برادران یا فرزندان ابن سعود یا آدم متفاوت بود یه آدمی بود به شدت میهن پرست و آدم پاک از نظر زندگی مالی و خانوادگی برخلاف بعضی از برادرانش که چل تا زن داشتن و نمیدونم قایق فلان و قصر فلان نه خیلی زندگی بدوی ساده داشت و زیباترین جایی که داشت یه روستایی به نام جنادریه که میرفت اونجا و همونو کرد فستیوال بزرگ فرهنگ ملک عبدالله خودش مدت طولانی نفر سوم و بعد دوم بود و در پایان زندگی برادرش یعنی در اون 7 ساله آخر عملا پادشاه بود ده سال هم خودش پادشاهی کرد در این مدت خیلی تغییرات در سعودی ایجاد کرد اولا شورای بیعت درست کرد تمام فرزندان باقی مانده از مؤسس دولت سعودی به اضافه اگر فرزندی مرده بود پسر اولش عضو این شورا شد برای تعیین ولیت پادشاه باید به این شورا مراجعه میکرد و در اون شورا مشورت میکردن ولیعت رو انتخاب میکرد در گیرودار این ماجراها ایشون نظرش رفت روی امیر مقره برادری که خلبان بود و امیر مدینه بود و بعد رئیس سازمان استخبارات اطلاعات بود او رو به ولیعتی انتخاب کرد اعتراضی هم نشد چون هنوز یکی از برادران بود اما یه کار انقلابی کرد اومد یه ولیعت دوم گذاشت که همین آقای محمد بن نایف بود چون نایف و سلطان هر دو ولیعهد بودن و مردن در دوران ولایت عادی ایشون اومد پسر نایف رو که شخص قابلی بود در مبارزه با تروریسم خصوص خودش هم نزدیک بود تومه القاعده بشه اومد او رو به عنوان ولیت دوم گذاشت پس یه شغل جدید پیدا شد در قبل رسمی نبود یعنی عبدالله نفر سوم بود زمانی که ملک خالد پادشاه بود فهد ولیت بود عبدالله نفر سوم ولی در عمل بود ولی اسم نداشت اومد اسم گذاشت در نتیجه در پادشاهی سعودی یکی پادشاه بود ولیت بود ولیت ولیت وقتی درگذشت و برادر جوانترش سلمان پادشاه شد سلمانی که پنجاه سال امیر ریاض بود و وزیر بود و بعد وزیر دفاع شد و سلمان کارهای عبدالله رو یه پله بالاتر بود به این معنا که آمد محمد بن نایف رو کرد ولیعت و پسر خودش رو کرد ولیت ولیت یعنی پسر خودش در واقع نفر دوم شد پس پادشاهی اومد حداقل پادشاه بعد از بعدی رو مشخص کرد کی باشه اما همه میگفتن وقتی سلمان بمیره نایف بیاد خب اونم هم میتونه همین کارو بکنه محمد بن سلمان رو کنار بزنه یکی دیگر رو بذاره نچه از روز اولی که این ماجرا اتفاق افتاد همه این صحبت بود منتها امیر مقرن که ولیعت بود خودش کنار رفت یعنی محمد بن نایب ولیعت دوم بود امیر مقرن خودش کنار رفت ظاهرا آدم این کار نبود نمیخواست محمد بن نایف که ولیعت شده بود پسر پادشاه هم ولیعت دوم ولی باز همه بحث این بود دو تا شورا درست کرده بودن یکی شورای عالی اقتصادی که تمام برنامه آینده و فروش سهام آرامکو و اینا دست محمد بن سلمان بود محمد بن نایف بیشتر به غذای داخلی چون وزیر کشورم بود مبارزه با تروریسم با القاعده غیر جنگ یمن اختلاف نظر ایجاد کرد به این معنا که محمد بن سلمان وزیر دفاع بود و تصمیم گرفت گفت دیگه جمهوری اسلامی تا پشت حیات خلوت ما اومده دیگه نمیتونیم تحمل کنیم و رفتن یک اعتلافی هم درست کردن و حمله کردن ز... محمد بن نایف ظاهرا مخالف بود با این مسئله مخالفت رو ابراز نمی کرد ولی عملا در قضیه یمن حضور نداشت خب شما نمیتونید ولیت کشور باشی حضور نداشته باشه و همونجا آشکار بود که این سیستم دوام نخواهد داشت در شب چهارشنبه گذشته نماز تراویل که در شب قدر میخونن انجام شد دو نیمه نصف شب شاه شورای عمرار رو کرد سی و چار نفر رفت و این امرم خیلی الزامیه در اونجا گفت که من محمد بن نایف رو دارم برکنار میکنم محمد بن سلمان ولی عهد بشه اونجا بزارم بحث شده بود ولیهت دوم کی گفتو بود حالا ولیهت دوم بعدن فعلا عاجل اینه برای مرحله بعد از مرگم سنگ الان جلو پای پسرم نمیگذارم حالا اگر بعدا لازم شد سه صبح خبر اعلام شد از میان شاهزادگان تلال که پسر ولید بن تلال میلیونر معروفه او مخالفت کرد او معروف بود به شاهزاده انقلابی چون اگه یادتون باشه زمان ملک سعود رفت پیش عبدالناصر اونجا شورای انقلاب شاهزادگان درست کرد او مخالفت کرده بود و ظاهرا یکی دو تن دیگر از برادرها که حقشون رو گفتن خورده شد چون قرار بود مطابق اون نسلی که دارن برادرها یکی بعد از دیگری شاه بشن همونجور که اشاره کردید و بعد از برادرها باز برگرده به اون شاه اولی پسر اون یعنی یه ترتیب اینجوری ولی عملا اینجوری نشد و اگر دقت بکنید مثلا بعد از کشته شدن ملک فیصل خالد پادشاه شد بعد از اون فهد شد یعنی همینجوری به ترتیب از نظر سن اومدن تا هر هم دو سه تا شاهزاده بلافس بودن که از نظر سنی میتونستن شاه بشن ولی یک جوانگرایی عجیب قریب که به نظر من این یک, یک نوع انقلاب در عربستان سعودی شما به شورای وزیران نگاه کن سه تا وزیر بالای پنجاه سال بقیه زیر چل سال همه این جوانگرایی فقط مختص پادشاهی سعودی نیست در قطر هم ما یک امیر جوان داریم در امارات امیر نیستند ولی پسر امیر ابوظبی بسیار جوانه و بسیار قدرتمند این جوونگرایی که این کشورها رو که میشه گفت تا حدی سنتی تا کنون نگرد داشته شده بودند و به کجا خواهد برد ببینید آقای رفت شما فکر کن مثلا اماراتو که دارید میگی خب این جوانها رفتن درس خوندن برگشتن حالا برادر بزرگترشون که حاکم اماراته مریضه دو ساله اصلا ظاهر نشده در جایی میدون افتاده دست بچه ها دست جوون ها یا حتی شیخ محمد بن راشد که حاکم دوبی هست و نخست وزیر خیلی کارا رو دست پسرش داده ولی یا در عمان سلطان عمان که عقب نداره فرزند نداره الان پسر اموهاش اینا هستند که خیلی فعالانه دارن کار میکنن اینی که خب این دو معنا میتونه داشته باشه از یه طرف جوونا خیلی خوششون اومده در از همین چه به استقبال سعودی جوونا شادمانن که بابا این پیرپاتیلا رفتن و جوونا دارن ولی این پیران این قوم روی اون سنت های طایفه ای و قبیله‌ای پیران دیر بودن که سنگ زیرین آسیا بودن و همش با درایت و حکمت بحران ها رو پشت سر گذاشتن کم بحرانی اشغال کویت نبود توسط عراق خب چه جوری این حل شد فقط لشکرکشی آمریکا نبود که رژیم کویت پایدار موند و شیخ صبال احمد برگشت شد حاکم بعد از مرگ امیر او شد حاکم الان نزدیک 85 6 سالشه برابرین این COVID در انتظار یه خونه تازه است اما آیا یک خونه تازه میتونه حکمت او رو داشته باشه در حفظ کویت این توازن الان در سعودی هم بعضی یعنی این سوالو میکنن میگن اون حکمت ملک عبدالله یا خود سلمان آیا در این جوونام هم هست که خیلی هول شدن و زود میخوان برسن الان برنامه ای که سعودی بی سی درست کرده که در سال 2030 سعودی اون رویاهایی که شاه داشت ژاپن میانه بشه خب سوال میکنن میگن از نظر اقتصادی بله ولی از نظر اجتماعی چیکار میکنید؟ وقتی در کشور خودتون این مردم خودتون هستند که با رانندگی زنشون مخالفن ولا عبدالله آزاد کرد گفت رانندگی کنن یا دانشگاه مختلف درست کرد خب این پدر سعودی که نمیذاره دخترش اونجا بره یعنی با این مشکلات چیکار خواهید کرد جوونین درست اومدید ولی اینا حکمت میخواد اینا با آرامش باید انجام بشه دو نظر کاملا متفاوت است یک نظر بسیار نگران که از اون رقیب جمهوری اسلامی کافی بچه های سپاه جوونان ها، یه خطا بکنن یه کشتی رو با موشک بزنن یه اقدام اینجوری بکنن و این باعث بشه که جنگ بزرگی در بگیره که نه از تاک نشان مانند و نه از تاک نشان چون اگر جنگی صورت بگیره این جنگ خیلی وحشتناک خواهد بود این جنگ شما میگین شرایط هم به نوعی مهیا شده از موشک پراکنی جمهوری اسلامی حالا بگذاریم از نتیجه نظامی این موشک پراکنی خب روشن خواهد شد ولی هم ناموفق بوده تا این مانور کشتی های پاسداران در مقابل ناپای جنگی آمریکا تا درگیری بین نیروهای طرفدار آمریکا در سوریه در مرز با عراق و هشتل شعبی که تحت حمایت ایرانه یعنی چندین آتش زیر خاکستر افتاده که یک جرقه کافیه که اینها منطقه رو منفجر کنن موافقین شما خیلی بر خیلی دارم میگه این تغییرات در زمان نامناسبی صورت میگیره چون اینجا نیاز به حکمت هست به همون پیران خردمند که بتونن بحران رو پس بزنن چون همونجور که شما دارید میگی ببینید آقای رفت آقای خامنه ای در دیدار با هیدرالعبادی نخست وزیر عراق مثل یک سلطان به معمورش داره میگه مراقب هشت و شبی باشید رابطه با امریکا رو کوتاه کنید خل... دستور داره میده یعنی یه جوری جمهوری اسلامی داره خودش اونجا صابخونه میدونه خب نمیپذیرن عربا از خود عبادی گرفته تا کشورهای دیگه عربی و حضور ایران که آقای زاکری میاد میگه که ما در چهار پایتخت عربی هستیم به زودی پنجمی هم میریم خب آقای علی یونسی میگه پایتخت ایران مدائنه ببینید این حرفا ممکنه به گوش من و شما یه لحظه خوش بیاد ولی در چیزی که واکنش که ایجاد میکنه چیه؟ واکنش که ایجاد میکنه تقویت عربیت در برابر فارس در برابر ایران دیگه لحظه هم شما میگه آقا ما ایرانیم فارس یعنی چی؟ کسی قبول نمیکنه میگه آقا اون داره میگه مدائن پایتختته او داره میگه ما دریای سرخ رسیدیم به مدیترانه رسیدیم و بعد جمهوری اسلامی به هیچ وجه نتونسته چون نماینده مذهب اقلیت نماینده شیعه است نتونسته به یک میلیارد و دویست میلیون مسلمون به قبولونه که من بر حقم و نماینده اسلام در نتیجه حضورش در اونجا میشه تجاوز یه دولت خارجی اومده تو کشور اگر معنای اسلامی رو میتونستن توجیه کنن شاید تا یه حدودی معقول بود حضور ولی الان اونا دارن به ما نگاه میکنن به عنوان ایرانی اشغالگر که وارد کشور ما شده داره مردم ما رو میکشه و این خیلی بده یه مقدار فکر نمیکنین که کارتات تو تو میانه به هم ریخته نمیشه گفت الان اختلاف شیعه و سنی است چون ما میبینیم که مثلا قطر سنی در کنار ایران شیعه است نمیشه گفت عرب و فارس یا عجم خب قطر، ترکیه اینا فارس نیستن در یک برن بقیه عرب ها اون برن از جانب دیگه شاهد حضور روز به روز پررنگتر آمریکا و روسیه به عنوان دو قدرت هستیم این دو قدرت آخر آمریکا و روسیه چه نقشی دارند و دنبال چه نقشی هستند ببینید روس ها بعد از اون ضرباتی که تو دهه 90 خوردن بعد از از هم پاشته اتحاد شوروی کشور تبدیل شد به یه قدرت درجه 4 و پنج پوتین دوباره اومده به این کشور اعتبار داده مردم دوباره به روس بودن افتخار میکنن شما حتما دیدی توریست هایی که تو حاشیه خلیج فارس میان یا جای دیگه تو مصر حالا با افتخار میگن ما روس هستیم ممکنه پوتین دلخور باشن ولی پوتین بهشون غرور رو برگردونده در نتیجه خیلی آدم موفقیه در منطقه الان نگاه کنیم تمام رژیم هایی که به نوعی با پوتین در ارتباط هستن با روسیه احساس آرامش میکنن چون فکر میکنن پوتین همونجور که در سوریه ایستاد پشت سرشون خواهد بود از جمله جمهوری اسلامی که روز به روز داره تکیه بیشتری میکنه از اون طرف ایالات متحده یک وجود به شناخته شده در منطقه است در قطر پایگاه هوایی داره در بحرین پایگاه دریایی داره در کوه تأسیسات لوجستیک داره در عراق هم اینطور الان در سوریه هم داره پس ایالات متحده هم این والو کامل هست دو عبر قدرت آنقدر عقل دارن که برای مسالهی که در منطقه دارن با هم وارد جنگ نشن چون نتیجه این جنگ برای هر دوشون میتونه نگران کننده باشه ولی به نظر من گاهی شاید لازم میبینن بازیگران کوچکتر نیابتی از اونا جنگ بکنن کما که جمهوری اسلامی و سعودی هم جنگ نیابتی داشتن به عنوان دو قدرت بزرگ منطقه خب چه اشکال داره آمریکا و روسیه خروش جنگی های منطقه ای رو به جون هم بندازن و بعد خودشون از این ماجرا بهره برداری کنن اینجاست که یک رهبری عاقلانه میتونست بهره برداری کنه جایگاه ایران رو تثبیت کنه متاسفانه چنین رهبری رو ما نداریم و منم مثل شما اون نگرانی رو دارم که یک خطای کوچک یک بیمحاسبه روی قدرت خود حساب کردن جهنم رو واقعا بیاره آتیش جهنم رو روشن یک سال آخر در رابطه با تاثیر این بقای منطقه‌ای بر سیاست داخلی جمهوری اسلامی ما میبینیم که آقای روحانی دفاع میکنه از موشک پراکنی روز بعد به نوعی سیلی میخوره از سپاه پاسداران میگه از شما اجازه ندادین آقا اجازه دادن و سعی میکنه هر کدوم این مسائل رو به نفع خودشون مصادره کنند و سپاه پاسداران با بعضی تحریکات تلاش میکنه که آنچه که آقای ظریف و دولت در سطح بین انجام میدن و به نوعی پنبه بکنه خب این داستان تا یه مدتی میتونه ادامه پیدا کنه بعد چه خواهد شد ببینید خیلی جالب آقای رفت آقای روحانی میاد میگه من به نوعی شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته برای اینکه بگه منم هستم بعد چنان میان بهش میگن تو نیستی که اون اثری رو که روحانی میخواسته بگیره برای خودش مثبت تبدیل به یک اثر منفی میشه که آقای اون هیچ کار است روز قبلش هم که آقای جنتی اون بیانیه رو داده به نظر من آقای روحانی گزیری جزی نداره چون الان خطا مشخص شده یا روحانی باید جانب اون 24 میلیون آدم رو بگیره که بهش رأی دادن و واقعا بیسته حتی به قیمت ازلش یا اینکه تسلیم بشه که با ذلت و خفت پایان ببره این چهار سال رو همون بر بلایی که سر خاتمی اومد با این تفاوت که مردم خاتمی رو دوست داشتن روحانی رو دوست ندارن ناچار شدن انتخابش کردن و حالا دارن یه ذره بهش علاقه من میشن به خاطر ایستادگی هاش حالا به محض اینکه تسلیم بشه از دل مردم بیرون خواهد رفت میشه یه آدم دیگه مثل بقیهش من معتقدم آقای رفت عزیزم بعد از این تجربه موسفید کردن آقای خامنه ای با خودش ولایت فقیه به گور خواهد بود ولایت فقیه هر کاری هم اینا بکنن حفظ ولایت فقیه در قیاب آقای خامنه ای م... مشکله و ممکنه به یه صورت تحریف شده و تحلیل رفته ای در مقام ملکه انگلیس یه جایی براش بذارم برای یه مدت کوتاه ولی به طور کلی ولایت اصولا دوران ولایت داره پر میزنه از منطقم داره میره حتی کشورهای سلطانی و امیری هم دارن تغییرات رو میپذیرن نمیشه که در ایران یه فرد برای 80 میلیون تصمیم بگیره پس یه تغییراتی در آینده به نظر من صورت خواهد گرفت و امریکا هم به عنوان کشوری که واقعا این دفعه ایستاده و قاطعانه تصمیم به میگه که باید رژیم برکنار بشه حالا تا چه حد وزیر خارجه آمریکا جدی میگه مهم نیست ولی به هر حال مسئله عمده هست خب این مثلا که اصلا وزیر خارجه کشور صحبت از حمایت از تغییر و جابجایی قدرت در کشور دیگه بکنه به نوع خودش بی است حال در تاریخ امریکا اتفاق نیفتاده همون موقع که آمریکا با ژاپن هم می جنگید هم چه حرفی نمی‌زد و می‌دونی تغییر دادن بعضی نظام‌ها رو مثل شیلی و اینا ولی این وقت نرفتن. اعلام نکردن اسنادش هم سی سال بعد در اومده ولی الان رسما آقای تلرسون میگه که ما باید رژیم رو براندازیم با حمایت از مخالفان داخلی اینم داره میگه البته این نشون میده که مخالفان خارجی متاسفانه هیچ کاری نکردن <applause> با سپاس فراوان آقای دکتر نوریجاد از همراهیتون سپاسگزار